سلام به تحوال شب با من لطیف احمود خوش آمدین. فساد پدیده شومه که تصویر مزهک و استهزا آمیز را در سطح ملی و بین المللی باستاب داده است فساد ریشه در اهرم و نظام در میان و در قایده این حکومت داره هرچند 13 سال بدین سو ما شاید تلاش های جسته و گریخته با ایجاد ادارات عریض و طویل در این راستا هستیم اما این تلاش ها نتایج نسبی اقناع کننده را نیز در قبال نداشته است ادارات موازی همچنان وجود داره فساد به عنوان سومین مشکل از دید دیدبان شفافیت وجود داره افغانستان سومین کش، کشور فاسد در رده کشورهای فاسد از لحاظ اداری مطرح است مبارزه با فساد اداری در افغانستان با آن که از تعهدات کلان حکومت است به عنوان یک اصطلاح مطرح میشه اخیرا گفته میشه که افغانستان عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را در واقع عضو این سازمان شده و فلسفی وجودی و منطق این سازمان نیز ایجاد اصل شفافیت است ولی متاسفانه در حقیقت باورها نسبت به مبارزه علیه فساد داری در افغانستان آنقدر کم شده که در حقیقت یحس و ناامیدی برای ما دست است در چند قبل دیدبان شفافیت گزارش را باستاب داد یا پخش کرد در پنجمین گزارش خود اشاره کرد که سه میلیارد دلار مردم افغانستان برای فساد یعنی رد و بدل میشه در حوزه فساد که این خبر خیلی تکان دهنده است یعنی مردم افغانستان با حکومت سه میلیارد دلار فساد را رد و بدل میکنه هرچند حکومت از فساد مبارزه با فساد داری از از شعارهای آتشین رهبری حکومت ملی افغانستان بود که متاسفانه تا حالا این پدیده ننگین دامین گیر ماست برای بس بیشتر اینجا در استودیو با من سید اکرام افزلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان سید مصطفی سعیدی مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب غلام حسین ناصری عضو مجلس بسیار تشکر از زورتان در این برنامه نخستین پرسش با شما آقای سعیدی فلسفه ایجاد اداره شما که به عنوان یک معاونیت مطرح میشه حکومتداری خوب است و یکی از کارکردها برای حکومتداری خوب مبارزه با فساد اداری است عمدترین کار را که شما در راستا انجام دادین چیست تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با نام یاد خداوند بزرگ و دانا و توانا هر سلام دارم خدمت شما تشکر میمانان عزیز و بیندای عزیز شبکه آریانا نیوز پیش از که ما مشخصا به پرسش که شما پرسیدین بپردازم با یک مقدمه کوتاه در رابطه به آنچه که شما در نخست به عنوان مقدمه برنامه اشاره کردین و این خیلی در است که آمار را که ارائه شده که سالانه حدود سه میلیارد دلار شهروندای افغانستان برای برای, می می برای انجام کارهایشان ببینید شکلگیری گیری حکومت وحدت ملی و بعدش ایجاد دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب که حدود دو سال سپری میشه و آنچه که ما کار رسما شروع کردیم با تدوین امو دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهور حدود 14 ماه تا امروز سپری بله این حکومت یا این نظام میراث بسیار خراب را یا میراث بسیار ناخوب را از گذشته از 13 سال پسین با خود داره هرچند که مبارزه و پرداختن با فساد داری یکی از اولویت‌های نظام تشکیل میده اما آنقدر به صورت سیستماتیک و مافیایی در تمام رگه ها و بدنه نظام جا گرفته <تصفح> که مبارزه با این پدیده هرچند که باید صورت بگیره با اون بله. گونه صورت نگرفته آقای سید اجازه بدین که این سوال خود مطرح کنم شما مشخص سر موضوع پاسخ میخوایم دقیق در روز تعلیف خود رئیس جمهور گفت که اگر تا حالا فساد صورت گرفته به حسل است بعد از این فساد صورت نخواهد گرفت <تصفح> مبارزه خود علیه فساد داری با کابل بانک آغاز کرد شما هم در واقع جز تیم رئیس جمهور بودین حالا سوال اساسی من نیست که از دو سال بدین سو یک سری صلاحات هم برای شما در امر اصلاحات و حکومت داری خوب تفیز شده یکی از گپ های مهم مبارزه با فساد داری است امده ترین کار شما چیست؟ مشخص؟ دقیقا رهبری روند مبارزه با فساد در پلوی ازی که برای نادای دیگه صلاحات داده شده در رسالت دفتر نماینده فوق رئیس جمهور هم چه کار تا حال شما با. کردین ما میپردازم این با در نظر داشته از, از که سه پدیده بسیار خطرناک سه پدیده که عبارت از بد امنی یا ناامنی است و مواد مخدر است که اینا فربه میسازن، چاق می, سازن, چوک می سازن, فساد و به این صورت گسترده می سازن. آنچه که ما تحلیل کردیم در واقعیت امر امو موانع اساسی فرارهای حکومتداری و اصلاحات فساد اداری است ما با در نظر داشت مبارزه جدی که در رابطه با یا در برابر فساد داشته باشیم کمیته مبارزه با فساد که نماینده ادارات مختلف زیرا نتیجه من... خب نه ند... سر نتیجه میم ما در اول گفتم که این پدیده که به صورت خیلی سیستماتیک از 13 سال بدین اجازه بفرمایید که ما به 13 سال نپردازیم چون آها. در اصله بر... در دو سال بله. عمدترین کار را که شما انجام دادین چیست مشخص بفرمایید ما, خب ما سطح آگاهی دهی را برای, برای مبارزه با فساد بالا بردیم کمیته مبارزه با فساد اداری را در چوکات اداره خود که های ادارات زیر ربط اوج حضور دارن ام. شکل دادیم بزرگترین کنفرانس را که نهادهای مختلف دولتی خود در خود باز به با ما آگاهی دیست. نتیجه عملی عملی خب. انتظار مردمی است که فساد خود در سطح گسترده میشه شما در سطح وکلا در سطح وزرا محاکم خاص در استیلا در قانون اساسی افغانستان تسجیل است ام. کار کلانه که ام. شده باشه چیست مثلا کابل بانک ام. چی کردین هیچ خب. نتیجه صفر ببینید اون چی که شما بر برمیگرده به نهادهای دیگه که از خلایت دفتر مبالاتر شما ادعای دارین و ام. فلسفه وجودی اداره شما مم. حکومتداری خوب است و فساد داری یک پدیده ننگین در حکومت شماست بله. نتیجه با... کارتان بله. تا دو سال ایچ ایچ گفته نمیتاره در مورد فساد در مورد فساد داری. حالا اگر ما تشکیل دفتر خود با نهاده دیگه که خیلی عریض و طویل و با بودجه کلان هستند مقایسه کنیم ما کارای سودمند داریم از... دا انجام از صلاحیت های شما کرده فساد گسترده تر است و کلانتر است که ام... شما توانایی ش دارید خب تا اندازه که صلاحیت نامه دفتر ما تشکیل و امکانات ما ایجاب میکنه ما کارای را انجام دادیم و ای از طریق رسانه هم داده شده و نهاده زیرابت هم کلگی دخیل هستند و آگاهی دارند خیلی تشکر. اما بر بگردیم به ای که نواده بالاتر از ما و ادارات موازی و کمبود ظرفیت و حمایت فساد پیشگان از طریق نادای مربوطه دیگه و دخیل بودن یک تعداد شهروندان سه میلیارد دلار که گزارش بلد. گزارش ارائه میکنه خب یک طرف دیگه به به فساد یا به رشوت خورا رشوت داده دیج خور شهروند گزارش سه میلیارد دلار چند پخش شد خیلی تکان دهنده است تابیس که در سطوح مختلف نظام فساد ریشه کرده و ریشه های خیلی برنده داره در پنجمین گزارش دیدبان شفافیت اینجا رئیس اجراییشان نشسته است این مسئله را باستاب داده در امر مبارزه با فساد داری از دو سال بعد سو امین حکومت وحدت ملی که خیلی ف... شعارهای گلوگیر و آتشین میداد چقدر موفق است؟ بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی میمانانی محترم و محترم تکنیکی در شبکه و کلیه بینندگانی محترم خب یک چیزی که دوست ما اشاره کردن بدون تردید فساد در نظام افغانستان نه تنها در حکومت افغانستان در نظام افغانستان یک حرکت شکلگیری تدریجی بوده در طول همه پانزده سال بدون تردد پسنګ بسیار خراب از قبل گذشته شد هم که دلایل الله متغیرها و اېلمنت او عوامل مختلفه داشته که متاسفانه ما اینجا رسیدن و در همونطوری که شما اشاره کردین در اولین روزی که جناب آغای غنی به عنوان رئیس جمهور محترم حکومت وحدت ملی مراسم تاليف و مطابق با ماده 63می قانون اساسی در برابر خدا ملت افغانستان و قرآن مقدس انجام داد تا به امروز چه کارهایی صورت گرفته در این قسمت باید اعتراف بکنیم که غیر انظم یک موردی که اما 50 آزار افغانی بود که از از یکی از سارانوالا و یکی سی مورد دیگر در سطح کلان در سطح چی بوده؟ امیر یاداوری میکنم در سطح کلان شما ببینید اول یک روان از کجا آغاز شوه که او به موفقیت بیانجامه او عبارت عزیز که باید فساد پیشگان کلان کلان باید به محاکمه کشیده شود یعنی زورمندانی که هم در دو دور حکومت جناب آقای کرزی بودن و همینطوری که در ساختاری بلند بالا و به اصطلاح هم در ساختار افقی و هم در ساختار عمودی ای حکومت حضور دارن با اینا باید مبارزه صورت می گرفتن که با کمال تاسف صورت نگرفته به عنوان مثال پس از اون شعار تا عمل آه. فاصله اه ها زیاد بوده ولی فاصله ها زیاد بوده و در این قسمت در این قسمت در یک کلام اگر کارنامه ای حکومت محترم وحدت ملی را در راستا و در بودی ای مبارزه با فساد اداری و تأمین حکومتداری خوب بیای ارزیابی بکنی کدام دستاورد ملموسی وجود نداره که نقطه امیدواری باشه پس شما نامید هستین از دو سال کار و سال کم وحدت ملی حتن. از دو سال بدین سو در امر فساد مبارزه با فساد تازه اوج گرفته فرزن آلا صحبت میکنن برادر محترم که آمده رئیس محترم شفافیت سازمان یا مرکز شفافیت افغانستان وقتی که صحبت میکنه اینا که تنها در همین سال اخیر قبلا نزدیک دو میلیارد یا بالای دو میلیارد دلار بوده آلا. ولی در این سال اخیر یک میلیارد اضافه شده بر این فساد که عبارت از 3 میلیارد دلار بوده. فساد نسبت به گذشته زیاتر شده زیاتر شده اینو کارو پیدا کرد تشکر با آقای عبدالدیم گفته میشه شما تای نامی از طرف استر محکمه افغانستان احضار شدین که پاسخ بدین در رابطه با آنچه شما با ساب دارین در پنجمین گزارش شما اگر اشتباه نشه شما میگین که سه میلیارد دلار شهروندان رشوه میپردازه برای کی و اگر روی میکانیزم گزارشتان صحبت بکنید که احسایگیری چه قسم بود و چرا احضار شدید بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما شما ناظر در بحث و بینندگان بحث ما باید خدمتتون در آغاز عرض بکنم که سروی ما هر دو سال بعد انجام میشه و مطابق میارهای بین ملی است ما با 7800 فرد در سرتاسر افغانستان در 34 ولایت به شکل نمونه ای مصاحبه میکنیم و این مصاحبه ما از طریق امو سوالنامه ما که ترتیب میشه قبل از قبل و افراد که انتخاب میشن اینا همیش تصادفی است یعنی ما قبل از قبل خود ما افراد رو بدل خود انتخاب نمیکنیم بلکه از اموش شیوه های علمی که باید برای نمونه گرفتن استفاده شد اول نمونه انتخاب میشه و بساس حضور باز ما مصاحبه خود را در سطح کشور بله، مصاحبه خود انجام میدیم و بعد از او تمام ارقام از ما داخل یک دیتابیس میکنیم و بالاخره ما فرمول های مختلف را استفاده میکنیم برای اینکه ما اما تخمین های خود را و سوالات مختلف را کردیم ما در مورد از او نظرات مردم را یک سنجش بکنیم و تحلیل بکنیم ما سروی را که انجام دادیم ما با اطمینان میگم که ما کانفیدنس یا اطمینان ما از سروی ما 95 درصد است و اشتباه ازی مثبت و منفی یک فیصد است یعنی اگر ده بار این سروی از طرف یک نهاد دیگر هم انجام شود و به اساس میارهایی که ما انجام دادیم انجام شود یک فیصد زیاد و یا کم تفاوت در ارقام خواهد آمد پس چرا شما سازمان و... به شفافیت گفته شده و چرا شما هزار شده؟ او رو باید که محکمه باید سر محکمه باید جواب بگه اما ما سروی خود را به اساس میارهای بین ملی انجام دادیم و افرادی که در این سروی کار کردن عضویت امو اتحادیه اتحادی سروی نظرسنجی مردمی ایالات متحده آمریکا که در تمام دنیا نام داره ای اتحادیه عضویت از رو داریم و ما بالاخره اما تمام سروی خود را به اساس میارهای از رو انجام دادیم و مراحل مختلف و خاطر ازی که ما سوالنامه های ما واقعا دقیق باشه و باید به شکل درست تطبیق شود و افراد انتخابش درست باشه و مصاحبه ها انجام شود ما چندین مرحله نظارت را هم داشتیم و ما با اطمینان کامل گفتم میتونیم که با اعتبار ترین سروی دست افغانستان است و ایره چلنج کردن ازی سوال قرار دادن ازی من فکر می کنم که از خارج از توان نهادهای حکومتی است به خاطر اینکه ظرفیت از زیر ما در حکومت نمی بینیم فعلا که بتونن واقعا روش را که ما به کار گرفتیم بله. و میار را که ما به کار گرفتیم اینا اصلا درک بکنن بله آقای افزلی گفتن از خوبان این خوبان که باز سوال بکنن بله آقای افزلی شما چی را نشان رشوه در کدام رده ها سه میلیارد دلار یک مبلغ خیلی انگفت است این سه میلیارد دلار حتما در تحقیق شما گفته شده در مصاحبه که صورت گرفته در کدام سطوح برای کدام حلقات داده شده رشوه در کل بیشتر شده از سابق از دو میلیارد به سه میلیارد اضافه شده اگر ما به چند سال گذشته بر بگردیم در سال 2010 این رقم در حدود اه تقریبا 450 میلیون دلار بود 2012 ای به در حدود یک میلیارد دلار رسید 2014 به حدود دو میلیارد دلار رسید و فعلا به 3 میلیارد دلار رسید این ما یک اضافه کشمگیری واحد در, ملی در, در 50 فیصد میزان رشوه بالا فیصد در سال رشوت میزانش بالا رفته به اساس تخمین ما و ما فکر کنم که تخمین ما محتاطانه است 3 میلیارد را چند سال پیش هم یک اداره دیگه اونا تخمین زده بودن اونا به اساس تخمین های از اونا سروی از اونا اونا او وقت گفته بودن که سه میلیارد است اما چون ما پنج سال را به معین میار انجام دادیم تخمین ما دقیق تر است و ما به اساس یافته های خود که داریم مو بارها که مو سروی خود را ما انجام دادیم ما میتونیم مقایسه بکنیم با های گذشته و ما با اطمینان گفته میتونیم که میزان رشوت بالا رفته از دیدگاه مردم نهادهایی که زیادتر بر رشوت پرداخته شده متاسفانه که نهادهای ادلی و قضایی و پلیس است در جاهای مختلف در رده های مختلف از سطح ولسوالی گرفته تا مرکز این نهادها فاسدترین نهادها شمرده شده هم از نگاه درک مردم و هم از نگاه تجربه مردم چون در حدود 55 درصد افرادی که به محاکم گفتن که اینا مراجعه کردن گفتن که از اینا رشوت خواسته شده و در حدود 52 درصد به سرانوالی وقت مراجعه کردن این از اینا گفته شده که رشوت خواسته شده یعنی هر صد نفر که به محاکم مراجعه کرده گمان میره که در روز 55 درصد از اینا رشوت خواسته میشه و صد نفر که برای رسانواری مراجعه میکنه در روز 52 نفر از اینا رشوت میپردازن این یافته های سروی ماست آه. چیز دیگه را که ما میخوایم اشاره بکنم که قبلا آقای سعیدی هم به او اشاره کردن که در فساد در رشوت دادن دو طرف است یک رشوت گیرنده است و یک رشوت دهنده است چیزی که اینجا قابل فکر است و قابل تشویش است این است که مردم تقریبا 58 درصد مردم گفته که اینا لاچار بودن هیچ چاره دیگه نداشتن بدون از اینکه اینا رشوت بپردازن تا حقوق خود را به دست بیارن و 90 درصد مردم گفته که اینا بسیار احساس بد میکنن وقتی رشوت میپردازن احساس گناه میکنن احساس شرم میکنن و یک احساس بسیار بد بر از اینا پیدا میشه وقتی اینا رشوت و می دلیلش است که بنابر مجبوریت که رشوت میپردازن که کار نیست که دلخواه از اینا باشه فقط 5 درصد مردم گفته بود به خاطر سرعت کار خود رشوت میپردازن به معنای این ای است که مردم واقعا از این حالت خسته شدن و واقعا چیزی است که خلاف عقاید از است خلاف باورهای از است خلاف ارزشهای از ایناست و حتی به ضد اقتصاد از است چون یک مقدار زیاد از اواید خود را اینا مجبور هستن به رشوت بپردازن بنان این قابل قبول بر مردم نیست ما چیز دیگه را که میخوایم در آخر اشاره بکنم مورد را که شما در اول گفتین که سه مشکل اومده درست است که از نگاه مردم سه مشکل را که مردم را بندی کردن اول نامنیست است دوم بیکاری است و سوم فساد است ولی به باور ما به کسی که بیشتر از ده سال تجربه دارم در امر مبارزه با فساد مهمترین از این فساد است به خاطر از اینکه فساد اساس از اه اه نامنی هم است با دو دلیل بسیار اولی که ادارات امنیتی ما به فساد غشته است و بنا بر فسادی که وجود داره اینا نمیتونن که واقعا امو توقعات از اینا میره اهدافی که برای اهداف که اینا ایجاد شدن او اهداف خود به شکل درست به دست بیارن و دوم فساد که در نهادهای عدلی و قضایی ما وجود داره باعث ازی شده که مشروعیت نظام زیر سوال بره و بالاخره بر مخالفین یک زمینه خوب را یک بستر خوب را آماده بسازه این دلیل شده که نامنی بیشتر شود و همچنان ما اگر در بحث اقتصاد برویم فساد نقشش بسیار مهم است در خراب کردن اقتصاد ما و در وضعیت بیکاری که امروز ایجاد شده تشکر برمیگردیم خیلی تکان دهنده است که با شکل گیری حکومت وحدت ملی ما شاهد افزایش 50 درصدی فساد در ادارات افغانستان هستیم و بیشترین فساد بر اساس گزارش که دیدبان شفافیت مطرح میکنه بیشترین رشوه در واقع نهادهای ادلی و قضایی و پلیس دریافت کرده است حالا شعار شما مبارزه با فساد بود آقای سعیدی اما 50 درصد فساد ریشه کرده و گسترش پیدا کرده خیلی تکاندن دنده است برای مردم افغانستان چرا دقیقا خب یک مشکل کلان باور ما است که خود شکلگیری یا می ساختار حکومت وحدت ملی خودش یک عامل بسیار اساسی برای گسترش فساد شد به خاطر بجای ازی که رهبران معظم حکومت برای آن چه می دادن کار کنن حالا مصروف شدن به تقسیم چوکی ها و پوست در دا داخل و خارج و اینا کل اما وقت شما یک نماینده رسمی حکومت هستید حکومت بله. حکومت برخلاف نظر شما ایره میگن میگن حکومت وحدت ملی یک حکومت مدل است و ما بیشترین تعهدات را کردیم روابط تامین کردیم در حوزه اقتصاد اینا کار را کردیم شما میگن که یکی از مشکلات کلان حکومت وحدت بله. ملی است چون بحث اصلاحات و حکومت داری خوب برمیگرده به که ما تحلیل داشته باشیم و تحلیل بدون از اینکه نقد نباشه ما نمیتونیم تحلیل واقع داشته باشیم و اگر تحلیل نتیجهش امار و ارقام درست و عینی نباشه ای که به خود نظام برمی گرده و یا به دفتر ما برمیگرده شما به سرعت دیدین که نماینده فوق العاده جمهور در مجالس در مجلس های مردمی در سفرهای ولایتی نو بسیار موضوعات و موضوع دقیق مردمی داشتن و از از موجودیت حمایت قاچاقبرا برا بحث فساد اینا پرده برداشتن حالا این نقد و تحلیل اجازه بتین که ما به سرعت بگوییم که خود شکلگیری یا ساختار حکومت وحدت ملی ای که کم تجربگی بوده یا ای که کنار آمدن نبوده یا تراکم قدرت در یک زل بوده این خودش عامل گسترش فساد شده که ما در یک سال گذشته یک آمار 50 درصدی بالاتر را دیدیم بحث دیگه خب دفتر ما آنچه که کار میکنه و نتیجهش بعدا معلوم بشه طرح الکترونیک سازی ادارات است یا حکومت برقی م... یگانه رایی که ما میتونیم به صورت گسترده اساسی و بنیادی با فساد مبارزه کنیم و دست فساد پیشه ها را کوتا کنیم همین است که سیستم ها را الکترونیک بسازیم و ارتباط مشتری را با کارکن قطع بسازیم و این کار آغاز شده سر استراتژی حکومتداری الکترونیک دفتر ما در همکاری با وزارت اما شما مالی اصلا کار حالا کردن به تفاهم نرسیدین چطور ما میتونیم حکومتداری داری خب، الکترونیکی آنچه که مسئولیت ما است ما طرحش را گذاشتیم ام. هم در استراتژی دفتر خود هم استراتژی حکومتداری داری که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مدیریت تکنیکیش ش داره ما در تماس هستیم حالا تداخل وظیفوی بین ادارات او اداراتی که حتی مسئولیت و مکلفیت وظیفوی گپ نیست این باعث کندی روان شده ما به صورت واضح بر شما میگم مثلا وزارت مالیه که متصدی بخش حکومتداری یا حکومتداری آسان یا آسان خدمت نیست و او برمیگرده گپ های تخنیکیش به وزارت مخابرات در تلاش است که ای بخش هم اونا مدیریت کنن موجودیت ادارات موازی و نهایی نشدن قانون تشکیلات اساسی که ادارات موازی و, و در سطح کلان در سطح کلان و بعضی دیگه کمبود ظرفیت ادارات که در راستای فساد باید مبارزه کنند هم تعدادش زیاد شده و تعدادش که مسئولیت اساسی است اینا سرپرست اداره میشه و سرپرست صلاحیت آنچنانی نداره که مبارزه کنه صلاحیت های نظارتیشان از پیشان گرفته شد بعضی دیگه ای که گماشتن افرادی که خودشان مفسد بودن از نظام گذشته حالا در رده های مختلف این خودش هم اعتماد مردم کم ساخت و هم فساد گسترش پیدا کرد خیلی تشکر ممنون آقای ناصری شما نماینده مردم در مجلس نمایندگان هستین در کشورهای دیگر زمان یک فیصد یا کمتر از یک فیصد تغییر در امر فسادی داری و یا شگاف های حکومتی میبینن شما میبینید که مسائل خیلی جدی بهش پرداخته میشه ما در افغانستان پنجاه فیصد فساد اداری از دو سال بدین سو بلند رفته از دو میلیارد به سه میلیارد دلار یک کشور فقیر رشوه میپردازه برای تسریع امور خود و پیشرفت کارهای خود با 95 فیصد مردم از مجبوری این مسئله اشاره شد که میپردازه آب از آب تکان نمیخوره این جای شرم نیست بدون تردید ما میخواستم یی یاداوری وکونم وقته کی جناب علی تماس داشتین کی افغانستان در ذیل تغیرات یعنی تر یک فضا جدید قرار داره کی میخوایه عضویت سازمان شفافیت بین المللی دنیا را پیدا بکنه ما به عنوان یک شروند بسیار خوش خوشحال شدم چلو به علت ازی کی واقعا افغانستان به عنوان سومین کشور فاسد دنیا و نظامش در سطح بین المللی اینمی عنوان اینمی حیثیت کسب کرده به عنوان مثال وقتی که تیمی سرفراز کرکت یا یک قهرمان دیگر میره در میدان مبارزه های کشورهای دور بر ما و شما یا بین المللی اونجا مبارزه میکنه یک مدال میاره کل شهروندان افغانستان مگرم خوشحال نمیشه خوشحال میشه مم. چرا به خاطر از اینکه او حیثیت ملی رو تقویت میکنه اما وقتی که نام نظام نام حکومت و نام دولت در سطح بین المللی از سرزمین و قلم به نام افغانستان به اینجا میرسه که عنوانی به اصلا فاسدترین کشور دنیا در سطح سوم قرار میگیره آیا ای زجر دهنده نیست؟ چیزی که جناب آقای سعیدی اشاره کرد ای باید پذیرفته شود شما ببینین گاه گاهی گفته میشد که حکومت قبلی هم فاسد بود بنیانگذار فساد اونم حکومت بود یک تعداد وقتی که صدای اعتراض و به اسلام نقدی سیاسی رو که میشنیدن اینا میگفتن که اینا چی میگه می برای مردم چرا فوش میدن به خاطر از اینکه تا انوزم که انوزه قانون تشکیلات اساسی حکومت اج نیامده نه در دوران جناب آقای کرزی نه در دوران حکومت وحدت ملی از اینکه گذشت شما ببینین هیچ کسی مجبور نیست قهتی رجال که نیامده و تأخود همه دوست همی بر شفافیت بود مخصوصا جناب رئیس جمهور محترم مگرم باره و بارها در ولایت های متعدد در دوران کمپین انتخاباتی برای مردم هم قول دادن که ما اگر بر سر قدرت آمدم و مورد اعتماد شما قرار گرفتم هرگز حکومت ما و ساختار حکومت ما چه در مبنای افقیش یا فرزن ساختار ارزی ازی به هیچ وجه به عنوان یک شرکت سهامی نخواهد بود اما فعلا ما و شما میبینیم نه تنها کسانی که متهم به فساد هستند نمیگون که فاسد هستند متهم به فساد هستند در دو دوره حکومت جناب آقای کرزی امی بلفیل یکی به اصطلاح اینا هر کدام در جایگاه خودش ذل و پاور, قدرته. پاور, قدرته. متهمن پاور متهمن قدرت پاور قدرت متهمین به فساد بله متهمین متهمین به فساد دیگه هستن فرزند در سفارت ها اینا هستن در وزارت خانه ها اینا هستن در چوکی ها و پوزیشن های بالا هم هستند. روی از این جهت است که باید جاندبندی بکنی مواردی که هست یک واقعیت واقع‌گرتی واقعیت واقعیت تلخه که حکومت افغانستان نتانسته کار را انجام بده ما ایر قبول داریم که رئیس جمهور در نیت و ادعال لو به در تئوری ذهنی خود یک هم چیزی پرورش داده اما باید در عمل این کار می میکرد کسی که متهم به فساد بود او را به عنوان سفیر فوق‌العاده افغانستان در یکی از کشورها تعیین نمیکرد کسی که متهمی به فساد بود در دوران حکومت آقای کرزی دوربر دسترخان یزدان نباید به عنوان سفیر تعیین میکرد شما بیاین ارجابی بکنین از ساختار به اسرا استراکچر همه حکومت رئیس جمهور هم برای حمایت کرده از ببین فساد پیشگانا بله این میخوایم می ایر یاداوری بکنم با حفظ حرمتی که ما داریم به همه که باید داشته باشیم راستش اینه که نتونستن اینا اول شعاره ها رو دادن همینطوری هوایی فکر میکرد فکر میکرد که فرزن در آسمان افتم میخواین اینا حکومت تشکیل بده در صورتی که اینجا افغانستان و تمام اتفاقا در هر دو تا تیم کسایی که نقش اساسی را بازی کردن در دوران حکومت فاسد جناب آقای کرزی این امنا در ساختارهای بسیار قوی حکومت قرار داشت که فعلا شرک همی پاور همی قدرت و یعنی زمین نظام هستن روی از جهت است که یک شعار میتونه به اما ادبیات درسترش بگیم که یک شعار پوپلیسی بود اما مبارزه بود. با فساد داری یک شعار است و یک نه یک و نه یک مسئولیت کلان حکومت ببین مبارزه صورت گرفته برای کی برای کسی که فرزند ده هزار افغانی رشوت میگیره تنها ببین مصادق فساد تنها ای قضیه نیست همین شب شما گزارش داشتین من ساعت جلسه داشتم ساعت 7 رسیدم در پای تلویزیونی تمدن شنیدم تورا دان خود در یکی از ولایات گفتن که 11 صد پلیس خیالی 700 از پلیس های اصلی 400 دیگر هم از پلیس های محلی گفته که نه از جدول یا از این پلیس ها به است حذف شده و چیکار کار میکردن اینا خب تمام آشا و عباسه که هیچی حتی اسلحه هایی که به نام از اینا می آمدن می بردن مفت و سنگر و به اصطلاح در خاگریزه های دشمن اینا می فروختن اینا جز فساد هست یا جز فساد نیست به این جهت است که تا هنوز ما و شما باید واقعیت قبول بکنیم که کسی پیدا نشده در افغانستان دست. که مردانه بیای کمر همت ببنده با فساد پیشگان مبارزه کنه تازه هر مقداری که بالاخره رفتن سوی استفاده کردن بالاتر از میشه و فعلا در توان اینام نیستن چرا به خاطر که در تمام زاویه ها و بالاخره در استراکچر افقی هم وجود داره بشک. شما جایی را پیدا نمیتونید که بیا یک سنگ از اون جناب آقای غنی برداره که در زیر از یک فساد پیش هم نه نشسته باشه اینک میان برنامه زود باز میگرده سلام مجدد باز خوش آمدید حکومت افغانستان تازه در حقیقت عضو سازمان عضویت سازمان بین المللی شفافیت را کسب کرده چقدر میتونه در امر شفافیت کمک بکنه اما پیش از این به نکته که اشاره شد بیشترین فساد در صفوف پلیس و نهادهای ادلی و قضایی شما اشاره کردین اگر مشخصتر بگین در کدام سطح نهادهای ادلی و قضایی بوده و چرا بیشتر شده نسبت به گذشته من قبلا خدمت نرس کردم در سروی ما چیزی که نشان داده شده مردم گفتن که 55 درصد مردم که به قضا مراجعه کردن اینا گفتن که ما از ما رشوت خواسته شده و 52 درصد کسایی که به سرانوالی مراجعه کردن اینا گفتن که از اینا رشوت خواسته شده یک رقم بسیار بالا است یعنی هر نفر دوم نفر که مراجعه میکنه از اینا به شکل رشوت خواسته میشه و اینا مجبور میشن که رشوت بپردازن تا به عدالت دسترسی پیدا بکنه و طبیعی است که در یک کشور که سکتور عدی و قضایی و, پلیس که نقش کشف داره اینا به فساد آغشته باشن ما نمیتونیم توقع بکنیم که در مبارزه با فساد کار انجام شوه هم. نهادهایی که تنفیذ قانون میکنه و تامین عدالت خود در فساد غرق هستن بله دقیق هست چیزی که بسیار مهم است برای ما اما از, از, از اقتصاد و از زمینه کار هم مهمتر است او امنیت است و عدالت است اگر ما امنیت داشتیم و عدالت داشتیم رشد اقتصادی زمینش برش آماده میشه ما نمیتونیم که اقتصاد رشد اقتصادی در یک وضعیت داشته باشیم که هم امنیت نباشه و هم عدالت نباشه چون در کشور که عدالت نباشه طبیعی است کنجا کسی سرمایه گذاریم نمیکنه شما هیچ نمیدانین که به اساس چی فیصله میشه وقتی زور فیصله میکنه عدالت فیصله نمیکنه قانون فیصله نمیکنه طبیعی است که در اونجا تجاری که به نفع مملکت سرمایه گذاری بکنه او باز نمی سرمایه گذاری نمی‌کنه. افراد مثلا اقتصاد ما رو امروز بر دست خود گرفتن که اینا مافیایی و زورمند هستند کسایی هستند که در خود حکومت هم هستند در بیرون از حکومت هم هستند و هم بازار رو دست خود گرفتن هم قوت نظامی رو و هم قدرت سیاسی رو به دست خود گرفتن شما کسایی که مثلا نمیار ببینید پارلمان ششتند هم به استثنای چند فرد به شمول آقای ناصری که مردم های پاک هستند بسیاری از از اعضای پارلمان در, در کارهای غیر قانونی و در حتی در, در, در قاچاق و در مسائل فساد دست دارن زمینه سازی میکنن برای فساد کسایی که در داخل حکومت هستن اینا باز میبینن که یک فرد از یک فامیل در حکومت است دیگهش در پارلمان است دیگهش در بزنس است باز یکش قرارداد میگیره و دیگه قرارداد زنجیری زمینه‌های فساد یک سیستم را آماده ساختن و حکومت افغانستان هم به یک شکل بعض اوقات در تبانی بعض وقت ها در از, از به حساب ترس و از از, از, از شبکه های مافیایی و بعض اوقات پس خود حکومت هم ساخت و بافته میکنن که فکر میکنن که امی ادامه قدرت از اینا یگانه راه حل شی است که اینا با فساد پیشگان باید که بیا میزن و باید بسازن در غیر از او آینده خود را نمیبینند و حتی دیدگاهشون نیست که اگر ما با ای فساد پیشگان به جدیت عمل بکنیم ما اصلا از قدرت سیاسی پس فساد بکنیم. پیشگان اینقدر خطرناک است که حکومت را از گلو گرفته و باید حکومت باش کنار بیه بله به یک شکل حکومت را از گلو گرفته به یک شکل در پالوی حکومت استاد هستند این تصویر بسیار عجیب و غریب را ما شما امروز رو برو هستیم چون حکومت هم یک حکومت نیست که یک شکل باشه و یک اراده باشه و به با یک سمت در حرکت باشه افراد مختلف هستند در داخل حکومت که واقعا پاک هم هستند ما جزیره های مناداری در بحر فساد داریم اما در کل وضعیت قسمی است که رهبران حکومت وحدت ملی در ناکام شدن که واقعا چیزی که به مردم وعده دادن او را در جامعه عمل بپوشارن و تغییر اساسی اصلاحاتی که در نظام نیاز بود از ارگان های عدلی و قضایی تا ارگان های امنیتی ما تا ارگان های که اواید دارن در تمام از و خدمات را ارائه میکنن تا نهادها در اینجا مبارزه با فساد و اصلاحات اصلا عملی نشد تا جایی که امکان بود تا جایی که امکانات بود و توقع می رفت که باید میشد شما ببینید در خود سارنوالی و ستر محکمه و در قضا در کل تغییرات کامده تغییرات واقعا بنیادی نیست تغییرات نیست که ما واقعا مطمئن شویم که افراد درست به سیستم جذب میشن اینا آموزش میبینن و بالاخره پله و پله اینا بالا میرن و, و بالاخره ما نگران هستین و نگران تا بار دیگر ابراز میکنین ما نگران خود ابراز هم کردیم و ما تشویش شما دیگه است ما شما بیشتر از نامه گفتین که برای ما فرستاده شده بله. از طرف محکمه کوتاه تشویش شما دیگه نیست که بر ما این نامه فرستاده شده و توهین آمیز است که گفتن سازمان به اصطلاح دیدبان شفافیت افغانستان و یا گفتن که اگر شما به جلسه حاضر نشید ما شما رو به نهادهای عدلی معرفی میکنیم چند تا مفصد معرفی کردن که حالا دیدبان و شفافیت رو به نهادهای عدلی معرفی میکنن اما تشویش شما در اینجاست که ذهنیت که بالای ما حاکم است در تمام بخش ها میگم اما چونیم بالا بحث سر نهادهای قضایی آمد شما ببینین کسایی که ما توقعی ما بود که فرد را که رئیس جمهور افغانستان به عیسی مقرر کرد ما فکر کردیم که آدم است و ما واقعا به باورم دارم که آدم حلیم است اما قسم که حلیم است و, و و آدم کارا هم هست ما فکر کردیم که با آمدن از اینا یک تغییر بنیادی ایجاد خواهد شد اما ما میبینیم که ذهنیت همو گذشته و همو ذهنیت کنه انوز هم که است زمینه کار کردن با جامعه مدنی اصلا و رسانه ها انوز زیغتر میشه در حال که هم رئیس جمهور شعار میده و هم افراد دیگه شعار میتن ما یک چیز دیگر در آخر میخوایم اضافه بکنم که ای, ای آسان است که ما عضویت یک نهاد بین‌المللی رو به دست بریم عضویت نهاد سازمان بین المللی حکومت شفاف یا به دست بیاریم ولی میفهمین که یکی از پیشرتا از چی است ی است که با جامعه مدنی در مشارکت کار شود وقت جامعه مدنی شما پروژه ها ملی شود مردمی شود مردمی شود و مشارکت جامعه مدنی اساس مسئله است به خاطر شفاف زختار نظام وقت شما حاضر نیستین که سروی یک, یک نهادی که به شکل علمی کار کرده و سروی را خدمت شما ارائه کرده ما هیچ نفع نداریم که ما تصویر خراب نشان بدیم ما در ارمان ازی هستیم که عشانده. یک روز که یک روز یک،, یک تصویر خوب را بر مردم نشان بدیم اما وقتی که تصویر خراب است واقعیت در خطر ما برملا میکنیم صدای مردم را ما ما آشکار میکنیم و به گوشا میرسانیم توقع ما این نیست که قضا که مسند پیامبر است اینا بخیزن و بجای از که ما را استقبال بکنن کار ما را با ما کار بکنن از ما راه حل بخواین با ما یک جا کار بکنن اینا بیان ما را سازمان به اصطلاح دیوان شفافیت خطاب بکنن خیلی تشکر آقای سیدی فکر میکنین این فضا چقدر میتونه حاکم باشه به اساس شرطی که سازمان بین ملی شفافیت و حکومتداری اشاره میکنه که پروژه ها حکومتی ملی شود تا در حقیقت اصل شفافیت به معنای دقیقش جا بفته یک دقیقه تشکر آه، یک نکته را ما میخوایم پیش از همی اشاره کنم امروز گزارش نشر شد که از قبلا اشاره می که 11 میلیون دانش آموز ما در نظام معرف خود داریم اه. اما حالا دیتابیس هایی که وزارت معرف نشر کرده نی نشان 6 میلیون دانش آموز است یا دی یعنی یک تفاوت 4 5 میلیون 5 میلیون بله این خودش یک اما چیز ما 50 درصد است 1 درصد در کشور نیست الان نشان می تا و این اما قوی بودن فساد نشان میده و ای که چقدر ما مصمم باشیم پس پنج از شاگرد خیالی بوده در کشور او دو زمیتور از نیت به اراده و از اراده به عمل تبدیل شوه یک مثال کوتاه ما هفته گذشته یعنی جلالت ما نماینده فوق العاده رئیس سفر ولایتی داشتن برای نظارت از روند اصلاحات و خوب به ولایت کاپیسا در دا حضور, حضور داشت تمام رسانه‌ها که تلویزیون و آریانا هم اونجا حضور داشت و وکلای شورای ولایتی اشاره کردند که رئیس معرف کاپیسا آنقدر رشوت میگیره و آنقدر مردم به سوتو آمده که دیگه گزاره نیست دیگه روز شنبه نه ما ما نمیخوایم و اگر بسیار نظامی را خوش داره برن وزیر بسازن ولی بسازن هرچ بعدش ما آمدیم ام چون ما گزارش دی به مقام ولی رئیس جمهوریستیم گزارش ما آماده کردیم ام و تعهد ما اون سای نماینده فوق جمهوری بود که ما در اولین آغاز هفته کاری که روز شنبه بود وزارت معارف هم و این موضوع را پیگیری میکنیم نتیجه. وقتی که تماس گرفتیم بله نتیجه ای بود که سرپرست وزارت معارف گفت که ما قبلا هم شکایت آمده بود حکم برطرفی رئیس صادر کردیم بعدا از طرف مقامات بالای مایت شد و, و اونوان میشه که مثلا مسئله, مسئله قومی است خدا نخواسته و یکی از اعضای محترم پرلمان رو میره حمایت میکنه که از فامیلاش پس حمایت میشه و این کار برطرف نشد بله تا هنوز نشده و ما مصمم هستیم امروز هم مکتوبش به ادارات زیرب فرستادیم حالا آنچه که شما پرسیدین دقیقا یک گام نیک است که عضویت از این سازمان گرفت اما اما به سرعت میخوایم ما بگویم که یک تعداد از نهادهای خارجی هم در تقویت فساد نقش دارن در قراردادهای کلان در در حمایت از مفسدین و هم باید برملا شوه و ما منتظر نادای به طرف هستیم که سرویه ها و تحقیقات و اسسمنت های را در انجام کنیم یک دقیقه وقت داریم آقای ناصری آقای ناصری چطور میتونیم اصل شفافیت را تامین بکنیم و از این فساد سیستماتیک و از این فساد پیشگانه که به فرهنگ برشان تبدیل شده از این رهایی یابیم بسیار چیزی ساده است ولی مشروط به که در عمل تحقق پیدا کنند یک بحث هم اینه که فعلا تمام به اصطلاح کاسه و کوزه و همه چیز سر این مسئله نامنی شکستانده میشه مم. چرا بودجه رو مصرف نکردیم میگن نام نیست امنیت نیست بس. اما ما فراموش کردیم که عدالت در کنار امنیت نیست هیچ وقت امنیت نمیتونه به عنوان علت عدالت باشه یه عدالت رول اف لا و حاکمیت قانون چیزی که در افغانستان اساسی ترین نقشه میتونه برای همه رفاه آسایش انسانیت و عزت و وحدت ملی همه و همه واقعا نقش آفرینی بکنه و عبارتی از تامین عدالت ها. عدالت که میخواد تامین بکنه در رأس رئیس جمهور بعد قواه های, قوه های سه، سهگانه که بالاخره رؤس های های که هستن اینا بیاین دست به دست هم دیگر بدن با تمام فساد پیشگان از خود همت بگم آرن واقعا دیگه قوم پرستی، تبار پرستی، خیل پرستی اتهام زدن به این آن از اینات دست برداره و نمو سوگند که یاد کرده به قانونی اساسی و عمل بکنه با سایه در ظرف یک سال اگر افغانستان تبدیل به گل گلزار نشد هر که ما و شما باز محکوم خواهیم بود اما وقتی که شعارها پوپولیستی باشه موزگری ها هم به اصطلاح تباری باشه عمل کرد ها کاملا قومی باشه بعد ما بیایم وحدت ملی و نمیدونم شفافیت و مبارزه و حکومتداری خوب و امثال با به خدا قسم که صد سال دیگر هم بریم اگر یعنی را رفتن به ترکستان هیچ وقت جاده ایسول و پیدا نخواهیم آقای ناصری سعیدی و افزلی مهمانان تحول شب بیشتر تشکر از زورتان و نظریاتان با امید تعمین و تعمیم اصل شفافیت در افغانستان تا دیدار دیگر خدا نگهدار